رهایی زن، برنامه از سازمان رهایی زن. با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته ای رو که پشت سر گذاشتید هفته خوبی بوده برای یکایی که شما و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و بر طبق روال هر هفته برنامه امشب رو تقدیم حضورتون می کنم. برنامه های ما از طریق کانال 1 از طریق وبسایت مستقیما پخش میشه. اگر دسترسی به ماهواره ندارید لطف کنید مستقیم از روی وبسایت سایت کانال 1 ما رو نظاره‌گر باشید. عزیزانی که در هفته‌های گذشته از طریق ارسال ایمیل، گزارش ها، عکس ها و اونچه که به دست ما میرسونید بسیار سپاسگزار هستیم و همچنین برای مطالبی که ارسال میکنید برای ماهنامه رهایی زن. باز هم از همکاریتون سپاسگزار هستم، همواره با ما در ارتباط باشید. و اما در برنامه امشب، هنگامی که سیل جمعیت در اعتراض به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در سراسر شهرهای بزرگ و کوچک ایران جاری شد، کسی تصور نمی کرد که بازتاب این اعتراضات به این ابعاد و در گستره گیتی باشد. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با جوش و خروش خاصی در آثار هنری، دیوار نوشته ها خود را نشان می داد. در برنامه امشب با هنرمند جوانی از نسل انقلاب جاری به گفتگو می نشینیم و مهمتر از اون با هنر اعتراضی ایشون آشنا می شیم. اوکی، فکر کنم هستن. آزاد لرکی عزیز، با سلام به برنامه رهایی زن خوش آمدید. سلام، خیلی ممنون. آزاد عزیز، دوست دارم مقدمتاً برای بیننده های ما در مورد فعالیت های خودتون البته به اختصار یه مقدار توضیح بدید. بفرمایید. آزاد لرکی هستم، متولد فروردین 1380 کرج و در سن 17 سالگی مجبور به ترک وطنم شدم و به سوئد مهاجرت کردیم. به محض ورودم متوجه شدم که اینجا آزادی بیان دارم و اینجا امکانی دارم که خودم رو ابراز کنم و از اون فرصت خیلی استفاده کردم که از اون طریق هم بتونم وارد جامعه بشم و هم بتونم فعالیت هایی بکنم که با توجه به بک‌گراندی که من دارم، با توجه به پیشینه‌ای که من دارم از که از یک کشور دیکتاتوری فرار کردم و الان تو این کشورم امکانی دارم که به مردم بیشتری این اطلاع رسانی کنم، وارد کار فرهنگی و هنری شدم و الان دانشجوی رشته مدیریت پروژه فرهنگی هستم. آزاد عزیز، شما دبیرستانتون رو یعنی در اصل دیپلمتون رو در سوئد گرفتید؟ بله، من سال آخر دبیرستان بودم تو ایران که 3-4 ماه دیگه دیپلمم تو ایران میگرفتم، ولی مجبور شدیم که از ایران خارج بشیم و وقتی اومدم اینجا مجبور شدم که 2 سال تکمیل کنم در واقع، و همون 2 سال خیلی کمک کرد که من زبان سوئدی رو یاد بگیرم و جای خودم پیدا کنم و با از رشته ریاضی فیزیک که تو ایران خونده بودم وارد کار فرهنگی بشم اینجا. هر حال شما مجبور شدید که ایران رو ترک کنید. اجازه بدید که سوال اولم رو اینطوری آغاز کنم. خب با اینکه شما توی سوئد زندگی میکنید، ولی چرا بیشترین فعالیت زندگی شما و دغدغه ها به ارائه هنر اعتراضی در راسته های اونم خواست های جوانان داخل ایران معطوفه، تا جایی که من کاراتون رو دنبال میکنم؟ به نظر شخصی خودم این اعتراضات به فرم خودش یک هنری هم هست و به نظر من این هنر باید ارائه بشه، باید یه جوری پخش بشه بیشتر، از فراتر از اخبار، باید آدم بتونه بره توی
ذهن تک تک جوونا و آدمایی که تو خیابون جون خودشون خطر میندازن و مبارزه میکنن علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، با ارزش اینو داره که این صدا شنیده بشه بیشتر از یک اخبار رسمی، و بتونیم ما بتونیم واقعا تجربه کنیم، یعنی بتونیم این تجربه رو بدیم به مردم که چه حسی داره وقتی تو همچین کشوری به دنیا میای، اگر زن باشی مجبوری حجاب داشته باشی، تحقیر بشی توسط آخوندا و پلیس، و کلن تجربیاتی که یک ایرانی تو زندگی کل زندگی خودش داشته باشه رو هیچ گونه اکثر افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن تا حالا تجربه نکردم، و من میخواستم این تجربه رو به گوش برسونم و میخواستم همزمان صدایی باشم برای دوستانم که تو ایران هستم. من 4 سال خارج از ایرانم، یعنی بیشترین ارتباطاتم هنوز با دوستام تو ایرانه و با خانوادم که تو ایران، اقوامم که تو ایران هستن، باید بتونم صداشون باشم، نمیتونم راجع به چیز دیگه ای کار انجام بدم بجز این. در واقع به خودم نمیتونم اجازه رو بدم وقتی همچین اتفاقایی میفته من بخوام یه پروژه بی ربط از خودم و گذشته خودم بسازم. آفرین بر شما آزاد عزیز. جالبه که بدونی خود تلویزیون رهای زن از سال 2005 تراکت دیوار نویسی کنید رو پخش میکنه، و جالبه برام نام پروژه‌ای هم که شما دارید به نظرم دیوار نوشته ها هست. چرا این نام انتخاب کردید؟ دیوار نوشت ها ترجمه اسم انگلیسی پروژه است که The Writings on the Wall هست، و این The Writing on the Wall یه دونه یه اصطلاح قدیمی انگلیسیه که داستانش برمیگرده به کتاب عهد عتیق و داستان بلشزر که یک پادشاه حاکم، یه پادشاه ظالمی بود و یک شب یه دست نامرئی توی روی دیواراش نوشت، یه نوشته به یه زبان ناشناس نوشت براش، و بعد از ترجمه این نوشته روی دیوار ترجمه شده بود که روزهایت به پایان رسیده و به زودی سقوط خواهی کرد به دست پارسیان، و این اسم برای من خیلی خیلی پرفکت بود در واقع، که هم پارسیان ایرانیان توش هست، هم حکومت دیکتاتور سقوط میکنه تو این جریان، و هم اسمش دیوار نوشته در واقع، اون هم یه جوری گرافیتی بوده، یه فرم گرافیتی بوده که به نظرم اسم مناسبی میومد برای پروژه. و همونجوری که شما گفتین دیوار نویسی، از وقتی که دیوار بوده دیوار نویسی هم بوده، و این یک هنریه که از زمان سنگ دوران پیشین انسانی تا الان هست و هیچ جوره هم قابل توقف نیست از طریق هیچ گونه رژیمی، چون هیچ گونه رژیمی نمیتونه کشور بدون دیوار داشته باشه که یک پلتفرمیه برای همه که بتونن عقاید خودشون بیان کنن به صورت ناشناس. و این به نظر من زیبایی، به نظر من واقعا ارزش داره که آدم راجبش کار انجام بده و بتونه بیشتر به مردم بیشتری نشون بده و تاثیرگذاره. فکر میکنی ها؟ به نظر من این صدایی که من از دیوارها شنیدم، یعنی صدایی که میبینه آدم، من چیزهایی که مینویسن به روی من به شخصه خیلی تاثیر میذاره، چون اون دوره‌ای که اینترنت رو بسته بودن، تماسا رو قطع کرده بودن، شنود میکردن اینا، وقتی که انقلاب ژینا سرعت گرفت من هیچ گونه راه ارتباطی با دوستان نداشتم و میخواستم بدونم که مردم ایران چی فکر میکنن، نمیخواستم بگم خبرگزاری ها چی چه برداشتی دارن از این انقلاب، میخواستم بگم مردم چی فکر میکنن. و این صدا این دیو من یه پیج اینستا پیدا کردم که این دیوانه بسیار شعر میکنم، و به نظر من اون صدا، یعنی اون صدا رو که من شنیدم، اون تکستا رو که خوندم، گفتم این چیزیه که ما میخوایم، این چیزیه که مردم ایران میخوان، و این صدا خیلی اورجیناله. خب آزاد، از پروژت یه مقداری صحبت کن. پروژه داری میدونم در همین ارتباط. بله پروژت بگو، و اینی که دوست دارم بگی که این پروژه هست، بالاخره میدونم با موفقیت اجرا خواهد شد، اما مخاطبین تو کیا هستن؟ این خیلی برام مهمه.
پروژه دیوار نوشته یا The Writings on the Wall در واقع یک اجرای زنده ای هست که ما برنامه ریزی کردیم براش که 15 سپتامبر انجام بشه، که همزمان تقریبا یک روز قبل از سالگرد شروع انقلاب ژینه هستش و قرار توی گالری کنست اپیدمی که یکی از گالری های بزرگ سوئد توی فضای بازش، چون یک کار خیابانی بیشتر توی فضای بیرونش اجرا کنیم. و ما تا به حال یک اجرای زنده توی دانشگاه هنر یوتوگوری داشتیم که یک اجرای پایلتی، اجرای خلاصه از این پروژه بود و هدف ما از این پروژه اینه که هم بتونیم بیننده های سوئدی رو درگیر کنیم که بتونن برن سراغ سیاستمدارای خودشون بگن تو راجع به ایران چی کار کردی، و بشه یه دونه سوال بشه براشون که ما به عنوان یک کسی که تو ایران نیستیم و هیچ ارتباطی با ایران چی کار میتونیم بکنیم، ایران میتونیم به رهبرای خودمون، به حکومت خودمون فشار بیاریم که حداقل اگه از این انقلاب حمایت نمیکنه حداقل با اون رژیم همکاری نکنه یا نه. و میخواستم که یه قسمت دیگه پروژه هست که یک نمایشگاه آنلاین، نمایشگاه هنر اعتراضی آنلاین هستش که ما یه سایت، یه پلتفرمی داریم آماده میکنیم که بتونیم یه فضایی بدیم به هنرمندایی که داخل و خارج ایران که آثاری که هنرهای اعتراضی تا حالا خلق کردن رو بتونن به صورت ناشناس یا اگر امکانش رو دارم به صورت اینکه اسم خودشون هم باشه شیر کنم. و اون از اون بیشتر هدفم درگیر کردم و فضا دادم به هنرمندای داخل ایران هستش که یه فضای امنی بتونن داشته باشن که بتونن هنری که تولید میکنن رو نشون بدن، که یه حق انسانی باید باشه که متاسفانه تو ایران وجود نداره. یعنی در اصل این دیوار نوشته ها که با این پرفورمنس میخواد ارائه بشه یک انعکاسی است از صدای اعتراضی جوانان ما در ایران که شما میخواین در حد وسیع اونجا در دید همگان قرار بدید، اگه متوجه شده باشن. بله دقیقا، ما حتی اون دیوانویسی ها یه اجرای زنده دیوانویسی در واقع که بازیگرها وارد صحنه میشن، دیوانویسی میکنن، خارج میشن، یک بازیگری که نقش آدم رژیمی رو بازی میکنه، مزدور رو بازی میکنه، میاد پاک میکنه این دیوانویسی ها رو و یک جنگ عقیدتی روی اون دیوارا شکل میگیره. و ما تک تک این دیوانویسی هایی که انجام میدیم کپی و دقیقا همون تکست هایی که رو دیواره ایران نوشته میشه و ما هیچی از خودمون در نمیاریم به قولی. و ما هم چون خیلی واقعا زیاده و خوشبختانه خیلی هستن که این دیوانویسی ها رو آرشیف کردن، واقعا دستشون درد نکنه که حداقل با اینکه پاک میشن ولی هنوز هست که ما بتونیم ببینیمشون. و از طریق اون آرشیو ما نگاه میکنیم که چه چیزایی نوشته شده و اینا رو به فرمت فیلمنامه در میاریم که بتونیم روی دیوارا بتونیم نمایشش بدیم. دیوار عالی، در از همون انعکاس صدای اعتراضی جوانان در ایران. خب آزاد، هر جوانی که امید و آرزوی داره که برای رسیدن به اون، برای دستیابی به اون تلاش میکنه. دوستانم بتونم شما به عنوان کسی که بل اجبار مجبور شدی خب ایران رو ترک کنی بیای و الانم توی این زمینه بسیار فعال هستی، آرزو خودت چیه؟ آرزو من نابودی جمهوری اسلامیه. آرزو اول منه که بدون این هیچ گونه آرزویی برآورده نمیشه. در واقع اول از همه باید این رژیم برانداز، این رژیم باید هر گونه سیستم، هر گونه قانونی که داره باید از بین بره و دوباره باید از نو قوانین کشور نوشته بشه، دوباره باید این سیستم از نو بسازیم. و آرزوی بعدی من اینه که بتونیم دموکراسی مستقل داشته باشیم تو ایران که مردم بتونن یک رژیم و انتخاب، یک حکومت رو انتخاب کنن، یه دونه مجلس انتخاب کنن و بتونن در سری بعدی اگر راضی نبودن این مجلس عوض کنم و یک انتخاب دیگه بکنم، حق اشتباه داشته باشن، حق امتحان کردن داشته باشن، حق ساخت ایدئولوژی خود، حق انتخاب ایدئولوژی خودشون داشته باشن. و آرزوی خودم اینه که بتونم یه روز برگردم ایران. خب آزاد، خیلی ممنونم واقعا همینجا از زحمات شما قدردانی میکنم. برنامه رایزن مشتاق واقعا رساندن این پیام انسانی، هنری و انقلابی شما به هم نسل‌های خودت هست توی داخل ایران. بفرمایید.
خیلی ممنون. اگه پیامی داری، صحبتی داری، به همه من میخواستم از دوستانی که همکاری کردم با هم خیلی تشکر کنم، که اکثرشون هم به دلایل خیلی واضحی نمیتونن اسم خودشون بگن، ولی خانم نسیم محمدی و ستاره ملکی تبار خیلی کمک کردن. و میخواستم از شهر گوتنبرگ تشکر کنم که در واقع از نظر مالی این پروژه رو ساپورت کردم و تونستیم این اجرا رو انجام بدیم. و فقط میخواستم بگم که امید هنوز وجود داره تو این دنیا و بعد واسش تلاش کرد. سپاس آزاد عزیز از همه زحماتت، مرسی که توی برنامه شرکت کردی، نظرت بس. بینندگان ما در میون گذاشتی. با آرزوی بهترین ها واقعا موفق باشی و حتما ما برنامه رو که اجرا خواهید کرد رو قول میدیم به بینندگانمون که از تیوی رایزن پخش خواهیم کرد. خیلی عالی، خیلی ممنون. بینندگان عزیز، با هم بریم و تماشا کنیم بخشی از کار آزاد لرکی رو که در پرفرمنسی که داشتن برای ما ارسال کردن. Tem igual música? Ora! Vi spelar musik med kvinnors röst i. Jag ser många här. Kan jag inte ens kolla på er. Ni har inga passande kläder här. Det finns regler i det här landet. Och vad är det här? Ni spelar in det här också. Har det här... Vem ansvarar för detta? Kameran är inte på. Den är stängd. Har det tillstånd för det? Du, jag ska fota dig. Ta hand om det här alldeles strax. Snälla, ni alla måste hjälpa mig. Vi måste få det här ta ett slut. Jag behöver era stöd. Jag behöver att få slut på det. Jag vet att ni är också rädda. Du, jag kollar den här. Och det verkar... Kan en som har hijab komma ut och prata med mig? Syster du, kom! Vet du vem var det som gjorde detta? Du verkar som en troende kvinna. Jag ber dig, ingen i den här publiken bryr sig inte om lagen. Ingen pratar med mig. Vem fan var det som skrev det här? Vet du vem var det? Nej, jag såg ingenting. Du såg ingenting? Jag såg ingenting. Men är det ingen här? Vet ni, ni kommer alla bli associerade till det här brottet om jag tar den här personen som gjorde det här. Vet ni det? Det här är ett skämt.
زندگی نشده ها. زن زندگی آزادی. کمی آقا نشده ها. زن زندگی آزادی. کمی آقا نشده ها. زن زندگی آزادی. 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 با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گفتگوی من با مریم رمضانی گیلی در مورد هنر اعتراضی علیه اعدام، کاری که انجام داده بسیار جالبه، توجهتون رو به اون جلب میکنم. همراه ما باشید. پژواک نبه اعدام از اعماق حنجره تا نوک تیز قلم. خبر اعدام نوید افکاری بانگ اعتراض هزاران انسان را برانگیخت. از فعالین سیاسی اجتماعی و حقوق بشری تا ورزشکاران و هنرمندان، هر یک به سهم خود این جنایت دولتی را محکوم کردند و نزدیک بودن روز محاکمه جنایتکاران حاکم را به یکدیگر نوید دادند. در برنامه امشب با مریم رمضانی گیبی، هنرمندی جوان از تبار فعالین رهایی زن، مدافع حقوق زنان و کودکان که نیش قلم تصویرآفرینش دشمنان بشریت را نشانه می‌گیره، مهمان برنامه امشب رهایی زن هستش. مریم عزیز، فکر میکنم خط وصل شده. با سلام های بسیار گرم خوش آمدید به برنامه رهایی زن. با سلام به شما بینندگان عزیز سازمان رهایی زن.
مریم جان، بینندگان رهای زن با پاره ای از طرحهایی که به مناسبت های مختلف در اعتراض به رژیم ضد بشری حاکم در ایران ارائه دادی کمابیش آشنا هستند. امشب تصویرتو میبینن، دوست دارم برامون در مورد طرحی که در اعتراض به اعدام نوید افکاری کشیدی یک توضیح تو بدیم. پیامت به بینندگان این طرح کلن چی هستش؟ همونطور که همون میدونیم حکومت ایران از بدو شروع حاکمیتش هزاران هزار نفر رو دستگیر، شکنجه و اعدام کرده. مثلا خاوران یکی از ده ها مکانیه که حکومت ایران تلاش کرده جنایت و قتل عامی رو که توی دهه 60 به راه انداخته پنهان بکنه و هر ساله ما میبینیم که توی سالگرد این واقعه بازماندگان این اعدامی‌ها چقدر هر دفعه برای بزرگداشت یاد عزیزانشون اذیت و تهدید میشن و هر دفعه اوباش جمهوری اسلامی مسیرهای ورود به خاوران رو مسدود میکنن و سعی میکنن که مانع برگزاری این مراسم ها بشن. و اما چرا به دهه 60 من اشاره کردم؟ چون که حکومت ایران بسیاری از فعالین سیاسی و آزادی خواه رو توی این دهه شکنجه کرد و شبونه اونا رو دفن کرد. حتی توی اعتراضات اخیر، توی اعتراض اخیر دی و آبان هم میبینیم که هنوز هم جنازه های اونها تحویل خانواده‌هاشون داده نشده. و اما چرا نوید از بین این همه اعدامیان سیاسی خاص شده و تبدیل شده به یه نوید قهرمان؟ چون که نوید صداشو تحت شدیدترین شکنجه ها از اعماق مخوفترین سیاهچال ها و زندان های جمهوری اسلامی به جامعه و دنیا رسوند و از جنایت های حکومت اسلامی پرده برداشت و اونها رو رسانه‌ای کرد. ما شاهد این بودیم که تا مدت ها حتی بعد از اعدام نوید فایل های صوتیش هر سری توی فضای مجازی پخش می شد که چجوری نوید توی بیدادگاه های حکومت اسلامی به قاضیان فاسد و جنایتکار اعتراض می کرد و هرگز سر تسلیم فرود نمی آورد. همچنین چیزی توی تاریخ حاکمیت منحوس و خونخوار حکومت ایران شاید خیلی خیلی کم اتفاق بیفته. اما نوید دستگاه قضایی فاسد و کل حاکمیت رو به مبارز خوند و جهانی شد و تبدیل به نوید قهرمان شد. منم توی نقاشیام سعی کردم پیامو برسونم. اگرچه نوید رو اعدام کردن ولی نوید کل سیستم از رهبر جنایتکارش خامنه‌ای تا رئیس قوه قضاییه و در مجموع کل جامعه حاکمیت رو به مبارزه طلبید و در این میدان نابرابر جنگ بازنده این میدان قطعا حاکمیت بود و نام نوید افکاری نه تنها توی ایران بلکه توی کل دنیا بر سر زبون افتاد و کل دنیا از نوید به عنوان نوید قهرمان یاد میکنن. مریم عزیز، اجازه بده که یک مروری بکنیم به طرحهای هنر اعتراضی تو، برمیگردیم و به گفتمانمان ادامه میدیم.
مریم عزیز، تا جایی که به خاطر دارم طرح‌های بسیار جالب تو که در ماهنامه رهایی زن هم می‌درخشند ترکیبی است از اعتراض و امید. میتونی بگی وقتی که با موضوعات ناهنجارهای اجتماعی روبرو میشی اولین عکس‌العمل تو چگونه بروز میکنن؟ مگه میشه آدم این همه جنایت و ظلم رو ببینه و چشماشو بروی همه اونها ببنده؟ به نظر من یک آدم بی‌تفاوت مسائل پیرامونش یه آدم مرده است. این ناهنجاری های اجتماعی که شما بهش اشاره میکنید همونهایی که ما هر روز باهاش دست به گریبانیم و باهاش زندگی میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم. رژیم خواسته و میخواد که بر اساس شرع، عرف و قانون این ناهنجاری ها رو به همون تحمیل بکنه، اگرچه تا به حال هم موفق نبوده، چون که توی تاریخ 40 ساله حکومت ایران مادران و پدرانمون باهاش جنگیدن و من و هم نسلان های منم پرچمدار این مبارزات علیه حکومتیم. بهتره اینطور به سوالتون پاسخ بدم. وقتی که مثلا میبینیم دختر همسرمون که کودک وزیر 15 سال مثلا سن داره مجبوره که ازدواج کنه، ازدواج اجباری، یا منی که به عنوان یک زن به خاطر حجاب توی خیابون مورد تحقیر، توهین، ضرب و شتم وحشیانه اوباش حکومت قرار میگیرم، یا مثلا همیشه توسط حراست دانشگاه تحقیر و توبیخ میشم، یا همه اینا مسلما نشأت گرفته از شریعت و احکام ارتجاعی و عقب مونده اسلامه، یا کشتار، شکنجه، اعدام، گرفتن جان و حیات هزاران هزار انسان که نمیشه واقعا چشممون رو همه اینا ببندیم. هر کس حالا به طریقی اعتراض و مخالفت خودش رو نشون میده، یکی شال میبنده به سر چوب و علیه حجاب اجباری اعتراض میکنه مثل دختران خیابون انقلاب، یا یکی مینویسه، یکی شعر میگه و منم نقاشی میکنم و به نوبه خودم خشمم رو علیه حاکمیت نشون میدم و مبارزه میکنم باش تا بتونم با نقاشیام این جنایت رو توی تاریخ ثبت بکنم. مریم عزیز، همونطور که ما طراحیات رو روی صفحه نشون دادیم، قلم طراحی تو واقعیت‌های تلخ زمانه رو با نوری از امید به آینده در اصل بهتر تصویر میکنه. میتونی برای ما بینندگانمون یه توضیحی بدی که اولین طرح اعتراضی تو موضوعش چه بود و پیام تو چه کسانی رو کلن مورد مخاطب قرار میده؟ البته باید بگم که من نقاشی غیرسیاسی هم دارم که اکثرا انسان‌ها سوژه من هستن، کودک، سالمند، دختر، سیاه‌پوست. ولی اولین نقاشیم که رنگ و بوی اعتراضی داشت نقاشی سعید شیرزاد بود که توی سعید شیرزاد که توی زندان دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده بود و همینها باعث مشکلات گوارشی و معده شده بود. البته اینم باید اضافه کنم که من توی یه خانواده سیاسی بزرگ شدم و از همون سنین نوجوانی توی کارهای دفاع از کودکان کار و خیابان با توجه به شرط سنی خودم همکاری میکردم، مثلا صورت بچه ها رو نقاشی میکردم. ولی بعدن که بزرگتر شدم توی این کانون و کانون اجتماعی سیاسی دیگه عضو بودم و فعالیت بیشتری داشتم و همونطور که میدونید سعید شیرزاد هم فعال حقوق کودکان بود، کسی که تمام زندگیشو گذاشته بود تا به کودکان کار و خیابانی که به دلیل شرایط بد زندگیشون و فقر خانوادگیشون از تحصیل محروم بودن درس یاد بده و یا حداقل چند ساعتی رو برای کودکان کار خیابون لحظات شیرین بسازه. جوانانی مثل سعید شیرزاد، مثل آتنا دائمی که به جرم اینکه فعال کودکان هستن برای گرفتن حق اونها تلاش میکنن، باید چندین سال از بهترین سالهای زندگیشون رو توی زندان سپری کنن. کودکان حق تحصیل دارن و این دولته که باید کودکان رو تامین کنه تا هیچ کودکی به خاطر فقر و بیپولی مجبور به ترک تحصیل نباشه و این وظیفه تمامی دولت هاست که این شرایط رو برای همه کودکان فراهم بکنن. ولی متاسفانه توی ایران فعالین حقوق کودکان که مسئولیت دولت رو دارن به دوش میکشن به جای اینکه
مورد حمایت قرار بگیرن، توی زندان ها برای رسیدن به کوچکترین و حتی اقلترین حقوق اولیهشون دست به اعتصاب غذا میزنن و در هر حال این موارد کم نیست و پیام من این بود که اگرچه جسم فعالین ما و مبارزان رو زندان میندازن، اما ذهن و قلب کسانی که دلشون برای کودکان میتپه نمیتونن تو قل زنجیر بکنن و این مبارزه همچنان تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داره. گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، گیرم که میزنید، با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید؟ بسیار زیبا. مریم عزیز، به امید روزی که تمامی هنرمندان با هر وسیله ممکن پیام انسانی خودشون رو مثل تو عزیز در رابطه با ممنوعیت اعدام در سراسر جهان در سینه تاریخ حک کنن. با سپاس از اینکه توی برنامه شرکت کردی و هنر اعتراضی و مبارزاتی خودت رو با بینندگان ما سهیم شدی، در انتها دوست دارم اگر با نسل خودت صحبتی داری سراپا بگوشیم. مرسی. به نظر من بسیاری از جوان امروز راه مبارزشون رو پیدا کردن و میدونن که تنها راه خلاصی از بربریت و قوانین ارتجاعیشون سرنگونی جمهوری اسلامی و همه ما توی هر کجا که هستیم نباید دست از مبارزه بکشیم و باید از هر طریقی که میتونیم نقاشی، نوشتن، شعر، صدای آزادی خواهی و بربری طلبیمون رو به گوش جهانیان برسونیم. منم از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید تا در خدمت بینندگان عزیز تلویزیون رهای زن باشم. سپاس فراوان، درود بر تو مریم جان. امیدوارم که در برنامه های آتی در کنار ما و در کنار نسل جوان باشی. مرسی. ممنونم. از وبسایت انتشارات و کانال یوتیوب رهای زن دیدن کنید و مشترک شوید. نه به شکنجه، نه به اعدام، نه به ناپدیدسازی قهری. جمهوری جنایت اسلامی سالهاست که معترضین را سرکوب می‌کنی، آنها را تهدید می‌کنی، بازداشت می‌کنی، به بند می‌کشی، اعدام یا وادار به خودکشی می‌کنی. در حالی که ما در حال ترمیم زخم‌های کهنه‌مان هستیم، زخم‌های تازه‌تر و عمیق‌تری بر ما می‌زنی. ولی درست از همانجا که زخم خورده ایم دوباره جوانه زده ایم. این را بدان، هرگز نمی بخشیم و نفراموش می کنیم آنچه که 44 سال است در مدارس، دانشگاه ها، در کوچه و خیابان، در سال 60، در سال 67، سال 78، سال 88، سال 96، سال 98 و در تمام 44 سال حاکمیت تباهی و جهلت برای سرکوب معترضین و منتقدینت به کار گرفتی. جنایت علیه جنبش های زنان، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان، کارگران، پزشکان، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران، دیگرباشان و جنبش های رفع ستم ملی، همه و همه در سیاهی جنایات ضد انسانیت جای می گیرند. امروز به خیال خام خودت تصور می‌کنی که ماشین سرکوبت به خوبی عمل می‌کند، در حالی که هر بار با کشتار و سرکوب وحشیانه انسان‌های بیگناهی که برای مطالبه نان و آزادی به خیان آمدند گور خودت را عمیق‌تر کرده ای. بدان بر بالشی که از مرگ پرنده ها پر کرده ای نمی‌توانی خواب پرواز ببینی. همه چیز مثل روز روشن است. هر تیری که بر قلب و چشم و سر فرزندانمان زده ای شجاعت و شهامتشان را بیشتر کرده و هر گردن و جوان و هر گردن و جان شیفته ای را که به دار آویخته ای سربداران بیشتری علیهت به پا خواستند. ما بیشماریم و امروز دادخواهی و آزادی خواهی و برابری طلبی شعار هر کوچه و برزن است. به خیال خامتان با مماشات با دولت‌های غربی با دست بازتری در ایران و جهان همچنان جولان خواهید داد، اما هرگز نخواهید توانست چهره جنایتکار
و دست های به خون آلوده تان را در انظار مردم جهان پنهان کنید. امروز تصویر مهسا و داستان قتلش را همه دنیا می داند. نامه پسران دریس را هر شهروندی در هر گوشه از جهان خوانده و به شقاوت و رذالت و سنگدلیتان پی برده است. شرم بر شما. بدانید با حماقت و جنایت‌هایتان سیل و خیل معترضین به زودی بنیادتان را خواهد کند. امروز اینجاییم تا صدای سرکوب شدگان باشیم. صدای عباس دریس، کارگری که شاهد کشتار دست جمعی نیزارهای ماشهر بود. الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو زن جوان خبرنگار که جرمشان افشای قتل مهسا ژینا امینی است. ریحانه انصاری، حسن سعیدی، رضا شهابی، داوود رضوی، کارگران دربند، جرمشان مطالبات کارگری. زینب جلالیان، زندانی کرد محکوم به حبس ابد بدون یک روز ملاقاتی. سروناز احمدی، نویسنده و معلم کودکان کار. آتنا فوقدانی، هنرمند. کیوان مهتدی، مترجم و نویسنده. سامان یاسین، رپر کرد. سپیده قلیان، حمایت از کارگران هفت‌تپه. گلرخ ایرایی، فعال اجتماعی. زندانیان کرد، زندانیان بلوچ، زندانیان عرب و هزاران زندانی دربند که برخی حتی نام و تصویری از آنها در دست نیست. متشکرم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس فراوان که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. مشتاق دریافت آثار هنری شما عزیزان برای صمیم شدن با بینندگان رهای زن هستیم و ضمناً فراموش نکنید که از وبسایت انتشارات و کانال یوتیوب رهای زن دیدن کنید و مشترک شوید. سپاسگزارم. تا برنامه دیگر. رهایی زن، برنامه‌ای از سازمان رهایی زن.